كدر باري حكومتي فعلي افغانستان شما بمطبوعات ورسانه هاي غربي اتقاء نكونيد بسر چشم خود ببینید که وضعیت چطور هست، امنیت چطور هست، عدالت چطور هست، مساوات چطور هست. این امنیتی که امروز در کشور حاکم است شاید در بسیار از کشورهای جهان نباشد. ما الحمدلله در سراسر کشور در 400 ولسوالی با هزارها قریه هیچ کدام حادثه امنیتی نداریم. در تمام کشور در هیچ یک گوشه و کنار در هیچ یک پوسته و یک قریه و حتی یک خانه و حتی یک جریب زمینی طور نیست که در او دشمن افغانستان حاکم باشه. گپی دوم که خیلی مهم است و است که حکومت فعلی افغانستان هر تصمیمی که میگیره از خود میگیره، از فرمایش دیگر قبول نمیکنه، ولی پیشنهادات مثبت هر کس را میشنوه. اینجا فیصله هایی که میشه، تصامیمی که گرفته میشه و مستقل هست. کشورهایی که با ما شب و روز مشوره میته که شما یک حکومت پراگیر را جور کنید، اگر واقعیت بگویم حکومت ما از اونها پراگیر است. اونها میگه که در افغانستان امنیت تامین شوه، اگر واقعیت بگویم امنیت در افغانستان به نسبت از کشورهای اونها خوبتر است. وقتی که امنیت هم خوب است و تمام مردم افغانستان در حکومت فعلی خود را میبینه، اگر مردم با ما همکار نمی بود یا امنیت چطور تامین میشد؟ اگر مردم همکار نمی بود، تجاری ملی کشور همکار نمی بود، پس افغانستان چطور در سطح جهان به یک کشور مبدل میشه که هرچه پیراوان و ارزانتر به دست هموطنان ما میرسه؟ اگر اینجا ما کادرهای مسلکی نمی داشتیم، پس حکومت چرا روز به روز خوبتر میشه؟ یه پیسه افغانستان، کرنسی افغانستان که ثبات داره، که به سطح جهان در نو کرنسی جهان در اون مرتبه قرار داره، یه خو معلوم شد که همینجا الحمدلله هم کادرهای مسلکی داریم و هم تجار ملی داریم و هم پشتیوانه ملی و مردمی داریم. پس از این وضعیت و کیفیت باید استفاده خوب شوه و ای باید بسر چشم دیده شوه و از این فرصت ها استفاده شوه. در این دو سال گذشته که با هزارها موتر و کانتینر و محموله از کشور ما تیر میشه به مرکزی آسیا میره یا به جنوبی آسیا میره، یک واقع هم پیش نشده که به کدام موتروان و به کدام موتر و به کدام تجار تاوان رسیده باشه. تجار ملی ما و شما و از هموطنان عزیز ما و شما شکایت نداره که در فلان سرک در فلان جای زنجیر است یا عسکر از ما پیسه میگیره یا پلیس میگیره یا در کدام اداره گرفته میشه. تجار ملی ما که به خاطر اموال خود، به خاطر نجات خود، از سرمایه خود یک فیصدی خیلی کلان به امنیتشان مصرف میشد، علی الحمدلله بدون از بادیگارد، بدون از تدابیر امنیتی به هر کنج و کنار کشور میره، شب و روز سفرا میکنه. یک بهترین فرصت است. همچنان صنعتکاران عزیز کشور بسیار به خوشی و به آرامی کارهای خود پیش میبره. حتی در هر هفته و در هر دو هفته و سه هفته چند تا کارخانه ها نو ایجاد میشه. این یک فرصت خیلی خوب آمده الحمدلله. بسیاری از تولیداتی که ما و شما داریم در داخل کشور تولید میشه و الحمدلله افغانستان عالی به کشورهای دیگه هم صادرات داره، حتی مصنوعات خود صادر میکنه.
علاوه بر محصولات خود مصنوعات خود صادر میکنه. در شهر جدیدی که آباد میشه باید استفاده شوه، از سیخ و گل افغانستان استفاده شوه، از رنگ افغانستان استفاده شوه و اکثر تولیدات داخلیشان که اگر به ضرر نمی باشه بهترین و نزدیکترین جایی که باید از تولیداتش استفاده کنند افغانستان است و ادای خوبی الحمدلله سپرده شد با فضل مرحمت خداوند و به خاطر برنامه نمایش افغان ها یک بیرج سیار گذاشتند، یعنی یک داوطلبی سیار آماده ساختند به افغان ها. در زمان کود کیمیاوی بود، بخته بود، تار بود، تیل پترول بود، تیل دیزل بود، اکثر اقلام و اموال بودند که مواد ضروری افغانستان الحمدلله با قیمتهای خیلی مناسب به چند شرکت افغانی داده شد و قسمی که ما خواهش داشتیم و خواهش کردیم از دوستای ترکمنستان که داوطلبی خیلی گرم نباشه، شما قانونتان مراعات بکنین و شکل از این نباشه که قیمتها خیلی بالا بره. خداوند به خیرشان بده، برکتشان بده، واقعیت خواست ما را قبول کردن، به ما چیزی که لازم بود، به ما چیزی که دلخواه ما بود الحمدلله قیمت ها کنترل شد و خرید فروش شد الحمدلله. علال عموم نتیجه گیری که ما از همه دوستا کردیم، از سکتور خصوصی کردیم و از شرکت های تولید کننده و کسایی که به نمایش گذاشتند و در نمایش بودند علال عموم آمار گرفتیم الحمدلله. همگی سکتور خصوصی ما از سفر خوش بود، ما کمی سکتور خصوصی خوش است الحمدلله. یک آمار کتبی هم از پیشان گرفتیم، تقریبا 90% شرکت ها برای ما 100% رضایت نشان دادن. البته بعضی سکتورهایی که در خود ترکمنستان حضور داشتن، تولیدات داشتن، برای ما 85% و 50% رضایتشان از نمایشگاه اظهار کردن، ولیکن بسیار کم بودند و ما انشاءالله یقین داریم که در آینده های نزدیک قراردادهای خوبی میشه. عموما بخش های نمایش که می باشه به خاطر یک وسیله ارتباط است که از نزدیک دو شرکت یا دو فرد که دیگر باید ببینند. الحمدلله تمام موضوعات و مسائل از نزدیک دیده شد. در آینده ها به امید پروردگار ما شاید قراردادهای خوب هستیم و آمار دقیق همچنان با ملت انشاءالله از نزدیک و از طریق رسانه ها شریک می سازیم با امید پروردگار. جزاکم الله. برنامه های دیگه هم انشاءالله در سال که میایه با امید پروردگار داریم. انشاءالله کشور قزاقستان است با امید پروردگار که سال قبلی هم یک نمایش داشتیم و ازبکستان هم انشاءالله در نظر داریم اگر هماهنگی از هر دو طرف صورت بگیره و به اکثر مختصر می خواهیم انشاءالله با امید خدا در قرغزستان هم داشته باشیم. بعضی برنامه دیگه در روسیه داریم انشاءالله. ترکیه است با امید پروردگار می خواهیم که همراهشون به تماس باشیم. هر کشوری که هماهنگی صورت بگیره انشاءالله ما همراهشون کوشش میکنیم به خاطر معرفی تولیدات افغانستان و به خاطر معرفی شرکت های ما که امروز الحمدلله از ظرفیت خیلی بالا و از کیفیت خوب الحمدلله برخوردار هستند. در حالی که سالها بود تولید افغانستان به خاطر از اینکه سر بالا نکنه در مقابلش تبلیغات سو در مقابل تبلیغات خیلی سو و زننده قرار می گرفتن، امروز که الحمدلله امارت اسلامی از تولیدات افغانستان، از محصولات افغانستان حمایت میکنه و پشتیبانی میکنه، ما یقین داریم که در آینده نزدیک میریم به خیر به طرف خودکفایی. گذاشتیم الحمدلله تقریبا در حدود 60-65% تمام محصولات افغانستان الحمدلله مورد پسند هم ترکمنها و هم خارجی هایی که در ترکمنستان بودن صورت گرفت و البته به وزن دقیقی که ما محصولات نقل دادیم در حدود 10 تن بود، چیزی کم 10 تن بود و از این جمله 3 تن واپس آمده است و یک سلسله نمونه هایی بود که ما اوجا ماندیم. دیگه محصولات افغانستان الحمدلله بخش قالین افغانستان فروش شد به فضل مرحمت خداوند و زیادتر دلچسپی که یا دارن به سنگ مرمر سفید افغانستان است واقعیت و حتی جناب رهبر هدایت دادند که در حدود 100,000 متر مکعب باید از محصولات افغانستان خریداری شد. گفت شنود است. با امید پروردگار ما یقین داریم که باید یک انشاءالله یک
نوید بسیار خوب داینده داشته باشیم و حقیقتا ما به مو پیمانه حرکت میکنیم که مثل قطره قطره دریا میشه. ما انشاءالله قطره ها را جمع میکنیم تا به امید پروردگار و مقصد و مرام ما برسیم انشاءالله.